درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. چند پیش یکی از دوستان به نام عقیل از سیدنی استرالیا و همینطور اگه اشتباه نکنم سپهر از نوشهر ترکیه درس will be رو از من خواست بودن، یا توضیحات بیشتر در رابطه will be رو. اینکه میگم اگه اشتباه نکنم چون برادر دوغلو هستن، فکر کنم سپهر بود که خواسته بود. عرضت که will be بخشی از درس زمان آینده بود. زمان آینده رو توضیح دادم، بچه ها نگاه کردم و برای چند نفر از دوستان پرسش شده بود will be چیه؟ گفتیم که will اون نشان زمان آینده است. توی زمان ما برای ساختن فعل ها در زمان گذشته فرمول های داریم، کارهای رو انجام میدیم، ایدی میدیم یا شکل دومشون رو میسازیم اینها، و به هر حال اس سوم شخص رو برای زمان حال داریم، اینها رو داریم. برای زمان آینده هم will رو داریم و خیلی هم ساده هستش. تمامی فعل ها چون خیلی کمه استثناهاش، خیلی کمه، نه اینجوری بگم استثنا نداره، چون همه چیزا همه فعل ها یه will که بگیرن میرن به آینده، نه ایدی میگیرن، نه آینجی میگیرن، نه اس سوم شخص میگیرن، نه شکل دوم میگیرن، هیچ، به همون شکل ساده ای که هستن، نه تو حتی پیش از اونها میاد، همون will رو بهش اضافه میکنیم. مثلا go آیندهش میشه چی؟ will go. study آیندهش میشه چی؟ will study. run will run. see will see. will do will eat. هر چیز رو یه will میذاریم میره با آینده. اوکی؟ به این ترتیب ساختن فعل آینده بسیار راحت هست، خیلی کار دشواری نیست. I will see you on Monday. will see، فقط یه will میذارم و این جمله زمانش میره با آینده. see اساسا اون شخص نمیگیره، ing نمیگیره، ed یا شکل دومش که سا باشه نمیشه، to پیش از see نمیاد، will to see یا will to go یا will to study. پس هیچ کنون از این نشونه ها رو نداره. تو رو پس از فعل میتونیم داشته باشیم، مثلا will go to میشه، این رو میشه، اما نمیشه گفت will to go. نه، بین will و go هیچ چیز نمیاد، بین will و هر فعلی که داریم هیچ چیز نمیاد، پس از اون ing نمیاد. خود will رو دارم میگم، دقت کنید نگید ing نخواهد اومد. will be رو نمیگم، الان دارم نمونی صحبت کنیم خود will. will study مثلا study ing نمیگیره، will studying، will studied، نه هیچ کدوم از اینها. به شکل فعل باید چی باشه؟ ساده، نشان فعلی داره خودش will، پس دیگه نشان فعلی ing نمیدونم ed یا هیچ چیزی رو نمیخواد، دقت کنید. اوکی؟ اما گفتیم to بین اینها نمیاد، بین will و go نمیاد، بین will و want نمیاد، اما پس از اون میاد. will want to این میشه، will go to میشه، این مشکلی نداره. اما بین این دوتا رو اینا رو نمیتونیم باز کنیم، یه تو بزنیم بینشون. اوکی؟ این موضوع رو حواستون باشه. اما will be وقتی ما میرسیم به فعل to be یه مقدار به مشکل میخوریم. خب یکی از دلایلش اینه که این فعل چند شکل داره. برای هر فرد یه شکلی رو میگیره، برای مثلا اول فرد یه شکله، برای دوم فرد مفرد یه شکل دیگه است، برای سوم شخص یه شکله. گفتم اول فرد، اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، شکل مختلف میگیره. اوکی؟ حالا اینها باعث میشن که چی؟ ما یه مدار گیجیم تو این زمینه، و همینطور این که ما توی گرامری که توی مدارس شاید یاد میگرفتیم و اینها میومدیم این رو مینوشتیم تو بی یا تو با، یه حالت وقتی میخونیش انگار نوشته تو با، اینه یه نام دختره و یه مدار گیج کننده است. تو بی حتما یه چیز دیگه یه. چرا این شکل ما آوردیم نوشتیمش؟ یه چیز خاصیه که اینجوری هم نوشته میشه و این به اون گیج شدنمون کمک بیشتر میکنه و دیگه گیج شدنمون 100% میشه. ببینید وقتی ما تو میدیم به یک فعل، در واقع داریم مصدر میسازیم. مثلا مصدر گو چیه؟ ما مثلا توی پارسی میگیم برو، رو مثلا حالت امریش، برو یا رو یا رفتن یا رفت یا اینها، هر کدوم یک حوزه رو دارن، هر کدوم توی حالتی استفاده میشن، اما مصدرش چیه؟ رفتن، بخور یا خوردم یا هر چیزی، اون رو در نظر بگیریم میشه خوردن.
بردن، دیدن، شنیدن، آوردن. این ان که در پایان این فعل قرار میگیره در واقع مسترساز هست در زبان ما. اوکی. در زبان انگلیسی چی رو داریم برای اینکه واژه رو مستر کنه، اون ورب رو مستر کنه؟ تو. مثلا ما یه مستر داریم to go و از اون go در میاد. آها، go یا going یا went از to go ساخته میشن. پس مستر وقتی ما تو میدیم بهش در واقع مسترش کردیم. to go یعنی همون رفتن، یکسانه. to study مستر مثلا eat چیه؟ to eat. مصدر سی چیه؟ تو سی. اوکی؟ به این ترتیب ما با دادن تو فعلمون رو میایم مصدر میکنیم. پس وقتی ما میگیم که فعل تو بی در واقع داریم میگیم بودن، همون ان که داریم، این تو بی همون حالت مصدرش هست. تا قرم توضیح که تا الان با هم بیگه نمودی صحبت کردیم. پس تو بی یه چیز جدا نیست، تو بی همون مصدر فعل بودن یا هستن هستش. اوکی؟ چون که ما توی انگلیسی از همین to be هستن رو میسازیم و همینطور بودن. من هستم، تو هستی، اون هست. من بودم، تو بودی، اون بود. حالا میریم توی با کمک سلایدهایی که هست پشت سرم بهتر متوجهش میشیم. بحث will be در واقع شکل آینده to be هستش. الان شاید یه مقدار گیج کننده باشه اما میرسیم بهش. دقت کنید، will گفتیم برای آینده سازی هم، برای ساختن فعل آینده هست. اون حالت خواهم رفت، خواهی رفت، این خواهم و خواهی آینده ساز فعل رفت هستن، چون اگه نباشن رفت گذشته است. اما وقتی میگم خواهم رفت میشه آینده. will هم این کار رو در زبان انگلیسی میکنه، درست؟ پس will با be میشه خواهم بود، آیندهش میکنه، میبردش به آینده. اوکی؟ در زمان حال ما میگیم مثلا I am، you are. چند شکله؟ ببینیم I am happy، I am happy. فقط میتونم از am استفاده کنم، نمیتونم بگم I are یا I is یا I be، نمیتونم این رو بگم. اوکی؟ میگم she is، میگم you are. این فعل to be در زمان حال سه شکل داره، am و is و are، سه شکل میشه. اوکی؟ این رو نمودش پیش از این صحبت کردیم توی فعل‌های تو بی زمان حال. یک درس در این باره دار، میتونید سرچش کنید.